با عرض سلام و احترام سهیل هستم با سری آموزش های کاملا رایگان شبکه یوتیوبی ویدوزک در خدمت شما هستم. امشب 9 نوامبر سال 2018 میلادی برابر با 18 آبان ماه سال 1397 اولین قسمت از آموزش مجازی سازی با نرم افزار VMware Workstation 15 رو با هم شروع میکنیم. زمانی که شما یک کامپیوتر، لپتاپ یا یک پی سی رومیزی رو از فروشگاه کامپیوتری تهیه می‌کنی، این سخت افزار کاملا خام هستش. سخت افزار شما متشکل از چند قطعه میشه: سی پی یو، رم، کارت گرافیک، هارد، مانیتور، کیبورد، ماوس، کارت شبکه. تمام این قطعات میان اون سخت افزار شما رو تشکیل میدن. اون سخت افزار به خودی خود هیچ کاری براتون انجام نمیده تا زمانی که شما مهمترین نرم افزار رو که بهش میگیم سیستم عامل روی اون سخت افزار باید نصب بکنید تا بتونید از قابلیت های سخت افزار استفاده کنید. پس سخت افزار به صورت خام، ابتدا ما میایم مهمترین نرم افزار رو که بهش میگیم operating system، لینوکس، مک یا ویندوز، بنا به کاری که میخوایم انجام بدیم روی سخت افزار نصب میکنیم تا بتونیم از اون سخت افزار کار بکشیم. بعد از اینکه اپراتینگ سیستم رو نصب کردیم، حالا میتونیم نرم افزارهای دیگه، هر کس به تناسب کاری که میخواد انجام بده، یکی آفیس، یکی میخواد بازی، پس نرم افزار رو بازی نصب میکنه، یکی میخواد برنامه‌نویسی کنه، پس کامپایلر نصب میکنه، و هر کس بنا به تناسب کاری که میخواد انجام بده، نرم افزارهای مورد نیازش رو روی سیستم عامل میاد نصب میکنه. حالا ما در این ویدیو قصد داریم نرم افزار VMware Workstation نسخه 15 رو روی سیستم عامل نصب بکنیم. این یک مجازی ساز هستش. VMware Workstation چی کار میکنه؟ مجازی ساز در ساده ترین حالتش برای سیستم های خونگی، من داره عرض میکنم، به حالت پیشرفتش کاری ندارم، در ساده ترین حالتش میاد برای ما ماشین های مجازی ایجاد میکنه. ماشین مجازی چی هستش؟ ماشین مجازی دقیقا نمونه ای از یک ماشین واقعی که هر ماشین مجازی از منابع ماشین اصلی استفاده میکنه به صورت مجازی. فرض کنید لپتاپی که جلوی شما هستش یا پیسی که الان روبروتون قرار داره، سی پیوش 4 هسته ای هست، رمتون 8 گیگ، هارد 1 ترابایت. وقتی ماشین مجازی داره ایجاد میکنی، از همین منابع سخت افزاری یعنی سی پی یو، رم، هارد، کارت گرافیک، کارت شبکه، تمام اینا مقداریش رو به این ماشین های مجازی باید بدید، ولی به صورت کاملا مجازی، فیزیکی نیست. یعنی شما میگید که من ماشین مجازی اولی میخوام بسازم، یه هسته از اینو بهش میدم، از سی پی یو رو، از 8 گیگ رمی که روی ماشین اصلی من قرار داره، رو سیستم سخت افزاری واقعی من قرار داره، من 2 گیگ رو به این ماشین مجازی میدم و هارد من که 1 ترابایت 100 گیگش رو به این میدم. و همینطور شما میتونید N تا ماشین مجازی تعریف کنید. در این قسمت شما باید توجه داشته باشید که چرا اصلا نیاز هست شما ماشین مجازی ایجاد کنید. ناکنید همین الان من رو سیستم سخت افزاری خودم که یک لپتاپ ایسر هست، ویندوز 10 نصب دارم، 64 بیتی. اگر نیاز داشته باشم یه ویندوز 10 دیگه حالا به هر دلیلی نصب کنم، در کنارش بخوام یه لینوکس نصب کنم، در کنارش بخوام یه ویندوز 7 نصب کنم، حتما یه دلیلی داره که میخوام نصب کنم. شاید میخوام روی اون ویندوز 7 یک سری نرم افزارهای خاص رو نصب کنم و ازش اجرا بگیرم و نمیخوام روی ویندوز اصلی خودم این کارو انجام بدم، یا میخوام یه ویندوز 10 دیگه نصب کنم یه سری کارهای خاص رو با اون انجام بدم. خب در این مورد بهتره که ما تمام این ویندوز ها رو روی سیستم اصلیمون نصب نکنیم. ماشین مجازی ایجاد میکنم. این ماشین مجازی دقیقا مثل خود ماشین اصلیمون میمونه، فقط با این تفاوت ماشین اصلی قابل لمس کردن هستش. این ماشین کاملا مجازیه، از منابع سخت افزاری ماشین اصلیتون استفاده میکنه، دقیقا مثل ماشین اصلی که شما اومدید روش سیستم عامل نصب کردید، دقیقا میتونید روی هر کدوم از ماشینهای مجازی که ایجاد میکنید سیستم عامل مورد نظرتون رو نصب کنید. بگید روی یکیش من میخوام
ویندوز نصب کنم، یکی دیگه ایجاد میکنم لینوکس نصب میکنم، یکی دیگه ایجاد میکنم ویندوز مثلا 7 نصب میکنم. رو هر کدوم از همون ماشین های مجازی که ویندوز نصب کردید یا لینوکس نصب کردید یا مثلا ویندوز 7 XP نصب کردید، تو همون حالت میتونید رو هر کدومشون نرم افزارهای دل بخواه خودتون هم نصب کنید. دقیقا مثل این میمونه که شما وقتی یک ماشین مجازی ایجاد کنید یک لپتاپ دارید یا یک PC دارید، هیچ فرقی نمیکنه. این کار انجام خواهیم داد، شما متوجه خواهید شد. اوکی. ابتدا میریم داخل یک سایت که شما بتونید نرم افزار VMware Workstation رو دانلود کنید. من یک سایت ایرانی مد نظرم هستش، همین سایت soft98.ir. هیچ تبلیغی هم بابت این سایت نیست، چرا؟ چون خودم نرم افزار از همین سایت گرفتم. شما میتونید هر سایت دیگه هم بگید که کرک شده هستش. وقتی اومدید داخل soft98.ir قسمت سیستم عامل، در قسمت مجازی سازی نوشته VMware Workstation Pro نسخه 15 برای ویندوز و لینوکس. ادامه مطلب رو بزنید. دقت بفرمایید، اینجا نوشته دانلود نسخه ویندوز با حجم انقدر 453 مگابایت همراه کیجنش هم هست. من همین ورژن 15 نسخه 64 بیتی رو دانلود کردم. شما اگر داره با من همراه میشید همین نسخه 64 بیتی ورژن 15 رو دانلود بکنید. پس مسیر دانلود نرم افزار رو متوجه شدید کجا هستش. حالا از هر سایت دیگه هم گرفتیدش مشکلی نیست. اوکی. من خودم دیگه اینجا دانلود از چون قبل انجام دادم دانلود انجام نمیدم تا وقت برنامه کمتر گرفته بشه. دانلود انجام دادم من از قبل، برنامه اگزه VMware رو اجرا می کنم. Yes. Next. اساسنامه رو میخونیم با مواردی که نرم افزار گفته موافقت میکنیم. Next. مسیر نصب براش انتخاب میکنیم. شما میتونید از همین مسیر نصب پیشفرزش استفاده کنید، ولی خب من مسیر نصب رو برای خودم تغییر میدم. اوکی. در این قسمت اگر این تیک رو بزنید این باعث میشه که کیبورد داخلی که داخل مجازی ساز هستش روون تر کار کنه، و برای اینکه از این قسمت استفاده کنید شما باید حداقل 10 مگابایت فضا روی هاردتون موجود باشه که مطمئنا همه این فضا رو دارن. پس این تیک رو بزنید. Next. این دو تا تیک رو بردارید به خاطر که اگر از ایران هستید و نرم افزار رو خریداری نکردید، در حالت کرک شده استفاده میکنید و چون در تحریم هستش ایران، یعنی نرم افزار شما نمیتونید به سرورش وصل بشید، آپدیت بکنید و نمیتونید حتی ازشون سوال بپرسید. اوکی؟ پس نکست. قبل از اینکه فرآیند نصب رو شروع کنید بهتره که دسترسی به اینترنت رو قطع بکنید. میگه یه شورتکات رو دسکتاپ بسازم. بله، رو استارت منو. اوکی، مشکلی نداره. کار ساب می‌کنیم و فرآیند نصب به طور کامل انجام بشه.
خب اوکی، الان شما یه لایسنس میخواد، من یه کلیک لایسنس رو بزنم میگه لایسنس کی رو وارد بکنید. خب داخل همین پوشه‌ای که بودیم ما کیجن داشتیم اینجا، من کیجن رو فعال میکنم، یه جنریت هم میکنم، این رو بر میدارم اکسیت و میارم اینجا قرار میدم انتر. بله رجیستر هم میشه فینش. میگه ریبوت نیاز هستش، میگم الان نیاز نیست، شما این کار رو انجام بده، ریبوت نکن. شما رو میبندم و ویمور ورک استیشن شورتکاتش اومده اینجا، برنامه رو باز میکنم مجازی ساز رو. خب اوکی، این محیط نرم‌افزار VMware Workstation اولین گزینه میگه که یه دونه ماشین مجازی ایجاد بکنیم. گزینه های بعدی بعد بهش میرسیم. تا الان من تازه اومدم نرم‌افزار مجازی ساز رو نصب کردم، در مورد مجازی سازی توضیحی دادم به چه صورت عمل میکنه. الان من مجازی ساز رو اومدم روی سیستم عاملم نصب کردم، یعنی این نرم افزار اومده روی ویندوز من نصب شده. الان من میخوام یک ماشین مجازی یا دو ماشین مجازی ایجاد بکنم. اوکی بریم ببینیم چی کار میکنیم. چطور من میتونم یه ماشین مجازی ایجاد کنم؟ create a new virtual machine. اوکی کلیک، صفحه‌ای که باز میشه همون توپیکالش رو شما انتخاب کنید، typical recommended، کاستوم حالت پیشرفته ازش، در ابتدای کار هستید همون تایپیکال، نکست. گزینه اول میگه شما وقتی مجازی ساز رو ایجاد کردید، ماشین مجازی رو منظورم هستش ایجاد کردید، در نهایت باید یه سیستم عامل رو نصب کنید. میگه الان میخواید سیستم عاملتون رو انتخاب کنید، آیا از سیستم عاملتون رو از روی دی وی درام بخونم یا نه، فایل ایزوشو دارید یا نه، اصلا الان نمیخواد شما سیستم عامل نصب کنید، بعدن میخواد یه سیستم عامل نصب کنید، فقط الان میخواد یه مجازی ساز نصب کنید. من میگم همین گزینه. الان من میخوام یک ماشین مجازی ایجاد کنم، بعدن خودم بهت مسیر میدم چه سیستم عاملی میخوام نصب کنم. پس با این گزینه نشون میدم که فقط الان میخوام یه ماشین مجازی ایجاد کنم. نکست. تو این مرحله میگه دیگه الان باید برای من مشخص کنیم بعدن چه سیستم عاملی میخوای نصب کنیم. آیا میخوای ویندوز نصب کنیم، لینوکس نصب کنیم، VMware ESX نصب کنیم، یا حالا سایرش MS-DOS یا سولاریس سیستم عاملی دیگه. من میگم که خب ویندوز میخوام نصب کنم، مایکروسافت ویندوز همین 1064 بیتی اینجا وجود داره. سرور میخواید نصب کنید XP 7 ویندوز 3.1 ملنیوم، نه من میگم همین ویندوز 1064 بیتی بعدن نصب میکنم. پس نوعش رو الان مشخص میکنیم. نکست. میگه که نامی برای ماشین مجازیتون بدید، سعی کنید یک نام متعارف بهش بدید، چون ممکنه تعداد ماشین های مجازیتون زیاد بشه، بر اساس هر کدوم از نام ها بدونید اون ماشین مجازی قرار چه کار انجام بده. من میگم ویندوز 10 لرنینگ ویدئو 6. میگه محلی که ماشین مجازیتون قراره ایجاد بشه کجاست؟ میخواید محل پیش‌فرض باشه که میره داخل داکیومنت؟ من میگم نه، برای من بیار داخل درایو دی. من اینجا یک نیو فولدر ایجاد میکنم، میزنم VM یعنی ویرچوال ماشین. داخل VM هم یک فولدر ایجاد میکنم به نام ویندوز. میگم این فولدر رو برای من انتخاب کن، یعنی مسیر من مشخص شد، ماشین مجازی میاد داخل دی، VM و ویندوز. نکست. الان میگه شما از برای این ماشین مجازی که میخواید ایجاد بکنید یک مقدار فضای هارد نیاز داره داشته باشید. نگاه کنید، من سیستم سخت افزاری اصلیم لپتاپ من 750 گیگابایت
هارد داره. این میگه چقدر از اون 750 گیگو بدم به این، به عبارت دیگه ویندوز؟ من میگم 50 گیگشو بده. و این رو دقت کنید، همین الان از 750 تا کم نمیکنه بده به ماشین مجازی. هر زمان مورد نیاز شد تا سقف 50 گیگ رو کم کم برمی‌داره. اوکی؟ پس 50 گیگ بهش بده. گزینه اولی که اینجا شما می‌بینید نشون میده که بعد از اینکه ماشین مجازی رو ایجاد کردید، حالا نرم افزار روش نصب کردید و کارهای دیگر رو باش انجام دادید، اگر زمانی نیاز شد این ماشین مجازی رو انتقال بدید روی یک سیستم دیگه، میگه من تمام اون ماشین مجازی رو روی یک فایل براتون ذخیره کنم، یا گزینه دوم میگه توی چندین فایل تیکه تیکه کنم ماشین مجازیتون رو بعد انتقال بدم. گزینه دوم میاد حداکثر فکر کنم 2 گیگابایت به عبارت دیگه ماشین مجازی رو تقسیم میکنه. مثلا اگه 50 گیگ بشه حداکثر، به 25 رو 2 گیگ تقسیم میکنه. خوبیش اینه که زمانی که شما داره انتقال میدید، اگر 20 قسمت 2 گیگی انتقال پیدا کنه، 5 گیگش به درستی انتقال پیدا نکنه، شما فقط همون 5 گیگو انتقال میدید. ولی خوبی گزینه اول اینه که درست 50 گیگو باید یه دفعه انتقال بدید، و اگر فقط 1 گیگ آخرش رو درست انتقال نده، مجبورید دوباره 50 گیگو با هم انتقال بدید. خوبی گزینه اول اینه که کارایی خیلی بهتری داره. گزینه دوم خوبیش اینه که موقع انتقال مشکلی بر بخوره، فقط قسمت‌های مشکل دار رو باید انتخاب بدید. ولی من همون گزینه اول انتخاب میکنم. Next. یک پیشنمایشی از ماشین مجازی بهتون میده. میگه نام ماشین مجازیتون. بله، من همین رو انتخاب کردم. محل ذخیره سازیش دقیقا درسته. ورژن مجازی سازتون VMware Workstation 15 درسته. Operating سیستمی که انتخاب کردید اینه. میگه هاردی که بهش اختصاص دادید 50 گیگه. درسته. میگه رمش، من رمو اصلا انتخاب نکردم. شما اگر دقت کردید فقط هارد رو انتخاب کردم. میگه رمی که من بهش اختصاص میدم 1 گیگه. من میگم خب 1 گیگ کمه، چیکار کنم همین الان زیادش کنم؟ کاستومایز هاردور کنید. میایم این قسمت، تو قسمت مموری گفته 1 گیگه، من میگم شما بکن 2 گیگ یا حالا 3 گیگ. 3 گیگ میشه 3096، این بشه 3 گیگ. میگه هسته ای که من بهش دادم، حالا من میبندم یک بار ببینم اینجا چی نمیشه. Network Adapter، شبکش حالت NAT قرار داره. اینو من بعدم براتون توضیح میدم، بذارید همون حالت NAT بمونه. CPU درست همه چی درست. بذار ببینم اینجا، ببینم به چه صورت هست. 2 هسته، Number of Processor یه هستش انتخاب کرده، اینو کاری ندارم. نتورک همون نت بذارید بمونه. قسمت بعدی رو من بعدم براتون توضیح میدم. USB الان نمیخوام داشته باشه. Sound نمیخوام، ریموف میکنم. و پرینترم احتمالا ریموف کرد. دیسپلی هم که همین. اوکی، همین درسته. میگم فینیش کن. دقت کنید، الان شما یک ماشین مجازی دارید، یعنی طبق این عکس الان شما یه دونه از این ماشین‌های مجازی رو ساختید، یه مقدار CPU بهش دادید، یه مقدار رم دادید، دیدید که هم رم گرفت، هم CPU گرفت، هم هارد گرفت، شبکه داره، شما از همین کیبورد و موس میتونید اونجا استفاده بکنید و موارد دیگه. الان دقیقاً این یک مثل یک لپتاپ میمونه. میخواد روشنش کنید، باید دکمه پاورش رو بزنید. حالا میام با هم دکمه پاورش رو بزنیم. شروع کنیم. این دکمه پاورشه. شما سخت افزار خام دارید. هیچ نرم افزاری روش نصب نیست. یعنی هیچ سیستم عاملی اول روش نصب نیست که بتونید نرم افزار روش نصب کنید. پس الان من دکمه پاورش رو بزنم، فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟ با هم ببینیم. این دکمه پاور. من روشن کردم. ماشین مجازیمو روشن کردم. هیچ کار خاصی انجام نمیده. دقیقاً هم نباید کار خاصی انجام بده. هیچ ویندوزی اینجا من نصب نکردم که بخواد بیاد بره داخل ویندوز. همینجا میمونه. اوکی؟ خب. میخوام از ماشین مجازی بیام بیرون. نکنید دقیقاً مثل ماشین اصلیتونه، دقیقاً مثل لپتاپتونه، مثل پی سی تونه. میگه پاور آف کنم، ریسیت کنم،
شاددان کنم، من میگم پاور آفش کن، خاموشش کن کلا. خاموشش کرد. به همین سادگی ما تونستیم بیایم نرم افزار VMware Workstation رو روی سیستم عامل، نرم افزار VMware Workstation اومدم روی سیستم عامل نصب کردم، شد این. بعد از اون اومدم یک ماشین مجازی ایجاد کردم، شد این ماشین مجازی. فقط انتخاب کردم ماشین مجازی که ایجاد کردم، بعدم میخوام روش ویندوز نصب کنم، هنوز هیچ کاری باش نکردم. همین الان میام یه ماشین مجازی دیگه برای لینوکس ایجاد میکنم، میگم create a new virtual machine. دقیقاً topical، دقیقاً مثل دفعه قبل، هیچ فرقی نمیکنه. این گزینه رو انتخاب میکنم تا در مرحله بعد بگم ویندوز میخوام یا لینوکس میخوام. میگه چی میخوای؟ میگم لینوکس. میگه لینوکسی که میخوای از کدوم ورژنش میخوای باشه؟ میخوای فدورا نصب کنی، دبیان میخوای نصب کنی، رد هات میخوای نصب کنی؟ نه، کنید بعضی از نسخه ها، مثلا شما اگه میخوای کال لینوکس برای به بار دیگه هک استفاده کنید، اینجا کال لینوکس نداره، خب از دبیان استفاده کنید، همون دقیقا کار خود کال لینوکس میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. من میگم شما بیا برای من دبیان رو نصب کن، دبیان 864 بیتی. اوکی، انتخاب میکنم، بعدن برای من نصب میکنه، ولی الان من مشخص کردم که میخوام لینوکس نصب کنم از نوع دبیان. نکست میکنم، میگه یک نامی به ماشین مجازیت بده، میگم دبیان 8 learning windows x. میگه مسیر بهش بده، شما میتونید همین مسیر پیشفرض رو انتخاب کنید، من مسیر بهش میدم، میگم برو داخل درایو دی توی VM. اینجا فقط ویندوز ایجاد کرده بودم، میگم بیا یک نیو فولدر کن داخل VM به نام لینوکس، اینو بیا داخل لینوکس برای من ایجاد کن. پس مسیری که میاد ماشین مجازی رو ایجاد میکنه دی VM لینوکس. نکست میکنم. خب دقیقا مثل دفعه قبله، میگه از ماشین اصلیت، از لپتاپ اصلیت که مثلا 750 گیگ داری چقدر میخوای به این به فضای هارد لینوکست بدی، به فضای هارد ماشین مجازی که میخوای روش لینوکس نصب کنی بدی؟ 20 تا. میگم 20 تا کمه، 50 تا بهش میدم. و میگه میخوای همه رو ماشین مجازی رو داخل یک فایل ذخیره کنی یا به ساده تیکه تیکه؟ اینو توی ویندوز من براتون توضیح دادم چند دقیقه قبل، میگم به ساده یک فایل ذخیره کن. نکست، کاستومایزش میکنم، میگم رمی که به من داده 512 برای این ماشین مجازی، خیلی کمه، اینم میکنم 2 گیگ رمش رو. اوکی، و پردازنده میگه یه هسته است، من میکنم اینو 2 هسته، خب همون یه هسته مشکلی نداره. و USB و پرینتر. اوکی، شبکه من میونه نت باشه، CD DVD هم به صورت آتو دیدکته. کلوز میکنم و فینش. الان ماشین مجازیمونم ساخته شد، ماشین مجازی لینوکس. من اینو دوباره پاورش رو روشن میکنم، دقت کنید، هیچ سیستم عامل مثل سیستم عامل لینوکس هم روش نصب نکردم. در نتیجه مثل این میمونه که شما سخت افزار رو خریدید، فقط دکمه پاورش رو روشن کردید، نباید اتفاق خاصی بیفته. نگاه کنید چند دقیقه صبر کنید متوجه میشید. هیچ کار خاصی انجام نمیده، طبیعتا هم نباید کار خاصی انجام بده. من چون فقط ماشین مجازی ایجاد کردم، یعنی اومدم گفتم ماشین مجازی ویندوز، من تو رو اول ایجاد کردم، الان اومدم لینوکس ایجاد کردم. اوکی، با ماشین مجازی ایجاد کردی، دقیقا مثل این میمونه که یه سخت افزار تازه خریدی. آیا اومدی روش سیستم عامل نصب کنی؟ هنوز نه. نکنید operating system not found، میگه اصلا سیستم عامل من پیدا نمی کنم، نبایدم پیدا کنم. درسته، پاور آف بکنم. اوکی، پس
یه ماشین مجازی برای ویندوز ایجاد کردم، یه ماشین مجازی برای لینوکس. امیدوارم نحوه ایجاد ماشین مجازی در VMware Workstation 15 رو یاد گرفته باشید. هر سوالی، اشکالی، ایرادی داشتید، هم از طریق ایمیل میتونید با من در ارتباط باشید، هم از طریق تلگرام، هم کامنت میتونید بذارید. تا جلسه بعد، شما رو به خدای بزرگ.